بیننده عزیز خوش آمدین، امید دارم جور صحت سلامت باشین در هر گوشه دنیا که هستین و بیننده یا گزارشه ما وارث مجددی هستین. شما را بازم خوش آمدید میگم به یکی دیگر از گزارشات ما. ما آمدیم سمت چهل ستون براتون بگویم، یا در نقطه جای آمدیم که قرار است یکی از جاهای تاریخی دیگی، نمیدونم ممکن بالاتر از 200 سال تاریخ داشته باشه، شاید دمی وسط ها باشه دیگه، 150 سال و 200 سال افتاد دمی اندازه گفتن تاریخ دارن. نوبرجه چهل ستون همیتون با نام شاشنایی دارین، قصه از نوبرجه چی هست؟ در اینجا معلوم میشه این یک برج است که نسبتا تخریب شده، یک برج در اونجا است که کم جور معلوم میشه، پشت سرش یک برج دیگه است که هم تخریب شده، اونجا هم تخریب شده. میگن در زمان معماری از اینکه اینا جور میکرده حدوداً تقریباً 3 ساعت متواتر، میگم و مالایی که داشتن، گاو داشتن یا هر آن چیزی که داشتن گلش لغت میکردن تا که بالاخره ثابت میشد که گل خود سخت ساخته، بعدش را باز میگرفتن پخس دیوار میساختن. اینی دیواره را که میبینین دیواره پخسی از زمان امیر دوست محمد خان هست. تاریخ ازی تقریباً یک سلسله مطالعه که ما کردیم نمیقدره، اما ما کوشش میکنم بعض وطندارا و کسایی را که سنایشان نسبتاً پخته تر هست معلومات کافی در مورد نوبرجه دارن پیدا میکنیم و همراهشان قصه خود داشتیم، بر ما از نوبرجه قصه خود کرد که نوبرجه چی حکایت داره، چرا نوبرج، همین نوبرجی که گفته شده تا حال را همون نوبرج مانده یا یک سلسله تغییرات آمده، و آیا این نوبرجه ثبت آبدات تاریخی هست یا نه. چون ما که متوجه شدم در داخل این میگن ساحه ساحه شخصی بوده، در داخل مردم ما وطندارای ما آل خانه گرفتن، حدوداً 20,000 متر مربع چهار نو برجی که دیدم میشه محوطه ازی 20,000 متر مربع هست. این معلوماتی بود که ما پیدا کردم، اما دوست دارم برای طرف داخل معلومات دیگر در اونجا پیدا بکنم، امروی ریسه پیدا و بزرگای محل و منطقه گپ بزنیم، شما بیننده باشین. بیننده عزیز، ما یک فکر میکنم این دروازه را دمی وقتهایی که بوده ساخته شده، یعنی از اینجا معلوم میشه که قسمت تاقچگک و امو سایه گلی امایی دروازه تازه ساخته. من نفهم رای اصلی ورودی که در داخل نوبرجه میامدی از کدام راه هست، ما متعلق درستر ندارم، اما یک چیز را من متوجه شدم روبرو مسجدی را که متوجه میشین، این مسجد هم یکی از کسایی هست که در بنای یا در ساخت همین نوبرجه رول عمده داره. مثلا اگر شما تاریخ را کم بیشتر در مورد نوبرجه مطالعه بکنین حتما اونا ما پیدا میکنین، مسجد شریف سردار صاحب نواب عبدالجبار خان که یا کسی هستن که در زمان امیر دوست محمد خان و بعض کسای دیگه که بودن ساحه نوبرجه را جور کردن. اما
نوبرجهی که وقت بود، نوبرجهی که تا حالا هست نمانده، مثل نوبرجه سابق نمانده. در اینجا فقط بعض دیوارایش هم میبینین که بسیار کم کم مانده و اکثر بنارا مردم از سر ساختن، از سر جورش کردن. پر صورت میکی از ریشتفیدار رو پیدا بکنم و تکتون قصه خواد داشته. بیننده عزیز، ما گفتم که یکی از بزرگا ریش سفیدای ما، یکی از کسایی را پیدا میکنیم که در مورد نوبرجه یا همین نوبرجی که دیدم میشه در مورد از یک سلسله معلومات بده. من هم میدونم، ما چند دفعه حساب کردم 6 برج جور مونده که مکمل تخریب شده یا اکثرشون دیگه مکمل تخریب شده و کاکا که در پرلیم هست حتما معلومات کافی و شافی در این مورد داره. جور خواستین انشاءالله. قربانتم، سلام با عزت باشین. شما خوش آمدین بسیار زیاد در این نوبرجه و ایرانی که 2100 سال قدامت تاریخی داره و این قلعه قلعه سرداره های نواب جابرخان است. خودش از این همین نواب جابرخانه که من مسجد را پیشتر گفتم همی رکم نه، مسجد به این شکل نبود. نه، عدف دیست که نام که در اونجا هست امیر دوست محمد خان نواب خان نواب جابرخان، بلی ها بیادرها بودن. بلی ها برادرهای از اینا بودن. باز اینا اول خب بست با مذرت میخوام خودم معرفی کنم. میروانی اسمم عبدالهادی نواب استک و باشنده همین نوبرجه چلستون هستم و این نوبرجه تقریبا از 200 سال پیشتر بگویم یا کمتر بگویم یک قدامت تاریخی داره. اینجا قلعه بودن که قلعه سردارها بودن، سردارها اینجا زندگی میکنند، دیگه که از این قلعه زندگی نمیکردن. اینها به خاطر بود و باش خودم که پیش از این اینا یک جایی بودن که اونا بعضی اشخاص و افراد را که مثلا در اون وقتای شاهان اینا می آمدن اینجا طبیع می شدن، اینا رو می آوردن در این قسمت به خاطر حفاظت از اینا جای جور کرده بودن. خواه. اینجا خود از این چاه ها دار، یک در بین از این قلا یک چاه هست اینجا. فعلا شما ندیدین و سرش پچه چاه فکر می کنم که اگر 1.5 متر باشه سرش بسته کردی؟ سرش بسته شد آله ها. و او چایی بودن که بیدر کسایی که بسیار مخصوصا با اون وقت زبان خودشان دیگه شاها بودن، یکی تا میکردن چی شکل میکردن چی نمیکردن. خب وقتی که باز اینا چایی بود که مجرم ها معمولا مجرم بلیا ما سیاچا میگم یا سیاچالایی که زمان نوشیروان پادشاه بوده و نمو تو یک چاها و همیجه هست. بعد از این که دوباره اینا اساسا همه اینا موضوع گلمشین باز برای برادرهای خودانی را تقسیم کردن. قلا یک قلا نیست اینجا، شما در قلعه قاضی هم شاید دیده باشی از همین نواب جابرخان است. بله. و در جلال آباد هم یک قلعه هست. در شما در بینصار شیوکی شما نرفتین اونجا، اونجا هم یک قلعه هست. یعنی قلعه زیاد عمار کردن همین نواب جابرخان فامیل و قوم عزیزای زینا. دیگه فعلا که من در اینجا زندگی میکنم ممکن دارم 71 سال عمرم است و در این قلعه من تنها ماندم و در کلگی دیگه هر کدام از اینا که رفتن بخواه کسیشان فوت کردن و کسیشان بگویم دیگه. شما از دوران طفولیت در اینجا از همین طفولیت ما تا پدر ما که عبداللطیف خان بوده همینجا زندگی کرده بود. پدر از اونا که هم همینجا زندگی کردن. خب یعنی بسنجه شما در اینجا دیگه تقریبا نمی یک کنیم 200-300 سال که من میگم تان نمی زندگی. فعلا من همینجا زندگی میکنم و دیگه کل رفتم اینجا. شاعرها از هنرمندای سابقه اینجا زیاد بودن گفتن. آه زیاد بود، احمد ولی خود عجیب بود، سلما بود اینجا دیگه، کسایی بودن که ظاهر ویدا خدا ببخشش اینا کسایی بودن که می آمدن همینجا، موسیقی بود و ساز بود و سرور بود، خوشبختی بودن زندگی. بعد از این یک عمر رنجنا به خوشی و سعادت تیر کردن دمی قدر. بیاین شما از همی 71 سال که عمرتان هست قصه بکنین، زمانی که خودت با این اجتماع آشنا شدی چه رقم بود همی ساحه؟ حالا که معلوم میشه خانه و بلاکی گفت زیاد هست. من خودم از این برج بالا شدم و تمیه دیوار از این برج آخری برج با تیر شدیم. از این برج با تیر شدیم با این قسمت بگویم پس به او برج آخر دادان قلاق یک دروازه بسیار
قدیمی بودن که از یا پس پایان خود تا شدیم. برای که معلوم میشه در دوران های نوجوانی خوب شوخ هم بودی کاکا. ولی توک شوخ بودی. من دیوارا رو فکر میکنم که برای من بخی یک ساتیری یک چیزی واره بوده باشه. جوان بود، نیرو داشتیم، همه چیزم همین حالا ماشاءالله تکرم مولو میشی که 71 سال میگی. حالا من بیزاری 71 سال رو برات معرفی بکنم، خیلی پیروزایر شده. اگر شما به یاد باشه من برادر خدا بر شما بیارم، فکر میکنه که برادر من شاید کلانتر از من باشه. اما برادر خردم است فعلا. بیچاره مریض از خانه. من که زندگی را برای حیش و نوشت زندگی خود هیچ رنگ ندارم. به خاطر ندارم که عمرم تیر میشه، چرا رنگ ببرم؟ چرا جگرخونی را تیر کنیم؟ چهار روز زندگی سمی را باید خوش تیر کنم. زیاد حرفای دیگه هم خود داشتیم، اما پیش از اینکه من طرف نیت دارم برم دهک از برجا، طرف برجا خود رفتیم. من شنیده بودم که زمانی که همین نو برج ساخته میشد یا دیواری که ساخته میشد بودن 3 متر، گفتن 3 متر و دیوار دیوارای پخسه‌ای بوده. این پخسه از این نول به برات گزارش پخسه را بودم که یادم میاد که پدرم قسم میکرد که توسط فیل پخسه تا گل لغت نشد. فیل که هر وقت زمانی که با صبح شب یا دیگر آب اعلام میکردن سر می گل، اگر گل شاریده بود و باز گل چپه میشد توسط همین فیل ها، باز دوباره بازی دوباره پخسه زده میشه. اگر این گل میشارید باز پخسه نمیزده نیره تا بالاخره گل و خاک از ایران فیلای کل از ایران پخسکاری از ایران کردن و نفرهای قدیمی و یا نباتی بمیره. دومت رفتاد سانتی بر ایزی است، بر دیوار است، بر دیوار است که اگه موتر چی که موتر فکسواگن بالا کنی خود آزادانه به سر دیوالاش میرفت. بیننده عزیز، اگر برنامه دیار مای ولسوالی قرغی لغمان دیده باشین شما، من رفتم اونجا قریه هست. در قریه ما همی رقم یک قلعه بسیار تاریخی را پیدا کردیم. قلعه تاریخی بوده که مثل که پیشتر قصه کردن، گفت که سرفیل گل لغت می کردن خوب سعی کردن می فهمیدن که آماده عزیز که دیوار پخصه بندازن. پیش از این که دیوار پخصه بندازن ای را می بردن در زیر او، میگم قدرش می ماندن 24 ساعت سر از این او می رفت. اگر ما وکی را می کردن بالا سر از این گل تا آخر از این گل بختم تقریبا 6 متر 8 متر گل از اوار می کردن سر از این اویلا می کردن تا صبح مثل که در جوی اویلا کنی سر از این پخصه و همونطور اویلا می کردن. اگر این می شارید باز می گفت که گل پخته نشده، خام است، چپا می کردن. چپا می کنن. فکر می کنی تالا هر کدام از قسمت هایی جیست 10 توپ خوردن. هر توپ از که در این قسمت ها می زدن در وقت هایی که حال جنگ یعنی برجام به احتمال زیاد که اگر افتیده در این انقلاب ها افتیده کل از این به توسط توپ خورده افتاده. خوبه بیک بودی طرف برج باز فایر می شود، از قسمت فایر می شود، از قسمت ها فایر می شود. یا اکثریت جای از این همونو ببین تقریبی فایر توپ است که خوردن و اثر بارندگی و باسد زیاد و شدید. وقت ها قدیم برف بوده که حالا کجا برف است. یادای و دور خاطرهای سال قبر تازه که در اوان است. بهترین زندگی همه چیز خاطرات خوش و آرامی زندگی. خدا نگاهت بکرم این لبخنده کت اینی میمی یک دنیا ارزش داره. بریم که دمو برجم قصه خواد داشتیم. بینم رای من دروازه را که میبینی به ایش دروازه نبود، دروازه مخصوص داشتن اینا، دروازه چوبی بوده کلان کلان. نگاه چوبی داشت که بلندترین دروازه و دبلترین دروازه را داشته ای خونه. این شما یک قسمتی از این را میبینید که اول تا کوزیست. شما یک به طرف داخل شما بینم رای من برج هایی که میگن که ارتباطات از این برج ها با دیگه برج ها شما معلومات موثق پیدا کنید براتون بتم. این برای رفع شیشتن و تفریگه هایی بودن میشتن تو به این شکل نه رنگ کرده بود، روغن کردگی بودن اینجا اینجا تیرکش هایشان بودن اینجا میشتن و بعد از هوای تازه از طرف میدیدن. یعنی این برج ها به منظور جای تفریگاهشان ساخته شده بوده؟ اول خب گفتم که سیاسی بود بود به خاطر از اینکه مردم قدیم باز دوباره یار خواستم که تفریگاه بسازن بشینن میله بسازن محفوظت نگاهبانی خودشان هم بودن قلعه بودن که قسمتشون شما باز نشانتان میتم که دروازه بسیار
تقریبا 80 یا 1 متر فکر می یک پلی دروازه ازی بده یک قلف داشت که قلف ازی رو به یادم میاد که یک قلف بسیار همقدر کلان بسیار زخیم او پیچیر کلی ازی بندازی یک 10 سانتی یا 20 سانتی کلانتر بود قلف تو می خورد پیچی قائم می شد خراب کل از این استراحتگاه بودن برشان یک گپ از همین ساحه‌ای که بسیار تاریخی می باشه خانه یا باغی که بسیار از سابق می باشه بعضی گپایی در اونجا وجود می داشته باشه مثلا بسیاری کسا جوانا نو جوانا در ساحه ترس می خورن رفتن هم می تانن اتو ساحه وزنی می باشه خب اگر شما فکر کنید خود خود نوبرجه چرا کس اینجا زندگی نمی کردن به خاطر زندگی نمی کردن اکثریت مردم اینجا نمی زندگی نمی کردن خود همی قلعا از بس که یک قسم خودش یک تاریخی هستن خود آمدن در یه چی فکر می کردن اکثر مردم از دان قلعا یعنی دان دروازش با داخل با نمی شن اون از قسمت های دور سایل می کردن که ولی یک قلعا هست هم اینجا اما زندگی کردن پیشتر نمی تونستن خب خود مردمشان عادت داشتن قلعا بودن زندگی خودشان بودن دیگه به خاطر از این میگم ما رفتیم سمت سرخرود جلال آباد یک باغ از بنامه باغ نمله میگنش شنیده باشید رفته من خودم همونجا یک عسکری کردیم در سال 51 بگیمت که سمت را او باغ باغی است که وزن داره کمه که گرنگ است میگه یک نفر میگه بیل ابو خودم ریش سفید قصه کرد گفت بیل سرشانه این بود میگه زمین را تیر میشدم سعی کردم در داخل باغ یک رقم گروپ آغاز و سیل و ساتیری هست خدا میدانه گفتم چی گپ هست گفتم حتما آریسی کدام تا هست بیا که میرم آلا زمین ها برامدیم برم میترم نان بخورم میگه این دسترخان اکبار میکنه چارزانو میزنی مردم بیان دستایش همه شوین میگه میگه نان را که میخوایم لغمه را بگیره کمی بسم الله میگه دمی بسم الله دست زینمی در خاک میخوره دیگه میبینه که در این باغ بنی بشر نیست جز زینمی خب در زمانهای قدیم ببخشین خب ما شما عادت داشتن کلگ قدیم ترین مردمایی بدن مردمای اصیل بدن از رای پاک نفس بدن مردمای بسیار پاک دیانت بدن همه چیزشان راست بود دروغ نمی گفتن و غلطی نداشتن صداقت و راستیشون بهترین میارشون بود و زندگیشون چیزی که در زبان می گفتن یعنی در عمل امور پیاده می کردن هم پیاده می کردن نه که عالم در تنیم کرده مشکل از ریاییز دیگه ولی زیاد در در مورد اینی جبر یا تغییر خونه کرده از زمان سابق هست خب از اثر بینا رو زندگی کس نکنه خب طبعا و ایران هم میشه یعنی عدد دیسته یا نو خونه شدن نو خونه شد از زمان سابق هست سابق هست که فکر کنیم اینا لینه میخی یک چوب را شما ببینین اگه در جای دیگه پرتیم برای دو ماه یا دو سال تیر میشه مشکنه توتا میشه این چوبه های قدیم بود که در مقریبا 6 متر 7 متر اینجا درخت هایی بودن بسیار بلند بلند یک جایی بسیار سرسبزی جایی بودن اینا ها به بسیار خوب خوردن چوبا تو چوب به کم تر از کم جوش خورده 100 سال کم عمر نیست کی داره این دستکاره 100 سال یه تا خراب نشده معلوم میشه بخی نو انداخته باشنش اینا هم تو قدیم ترین چیزی که میبینی مردم های قدیم بریم طرف بالا بریم بینم رای ما بین بیننده عزیز در بین نو برجی که بر شما اینجا من گفتم چند دانه از این جور مانده این مانده تو هنوزه یعنی جور هست یکی نمی که من ببینم جور هست که نمی یکی دیگه هم این طرف هست که خانه و زندگی میکنن مردم سه دانه دیگه از این جور هست دمین این نوتا دمین نوتا سه دانه از این جور هست باقی مانده شش دیگه از این و نزبت یعنی دو برج های دیگه گفتین فامیلا زندگی میکنن در خود برج زندگی نمیکنه همه تو که اینجا کس زندگی نمیکنه در او برجش هم کس زندگی نمیکنه به خاطر بار باز اما فامیل مردا میرن میشینن قرار می به خاطر آب هوای شفافشون قرار اونجا ششتن بیا یک سو چای میخورن یا قصه میکنن یک میله دارن نه تو مقصد یک زندگی آرام و سوده داشتن در میجه به خاطر این جور مانده دیگه از سر جنگا و ترخیبی زمان تا به امروز اون تخریب زنده مانده جور مانده دیگه نمونده باشه بیننده عزیز ما دمو برج که یک از برج ها ما آمدیم که ای امو منزل بالا بالای برج هست دیگه نقطه آخریش هست در اینجا حالا من زین من خوب کار کرد مثل که پیشتر خود کاکام گفت که تقریبا چند جای اینا مثلا میتونی او طرف شارم سایدی داره جای کمکار بخش کمره ماسی طرف هم سایدی داره این طرف هم سایدی داره یعنی اینجا اگر سربازا میشیشتن کسایی که به خاطر امنیت میشیشتن اینا میتونستن
سه طرف را مکمل ببینن. بله و مسیر دیگهش مستقیم طرف قلعه بود دیگه که داخل قلعه میرن داخل پایان بودن به خاطر تبادل دستگر یکی جای پیرداری میکنن وقت چند پوره میشد باز دیگه میامدن میششتن باز میامدن پیرداری میکنن به خاطر حفاظت همین قلعه. قصه چا چه رقم است؟ بریم یعنی؟ جا اگر رفته میتونیم مگرم سرشال پت کردن و یک خانم آباد کردن در سرش. سر چا را پت کرده؟ سر چا پت شده و خود چا فعلا موجود هست مگرم. و موضوع دروازه را گفتید که یک دروازه موضوع دروازه بسیار قدیم در دروازه را تخریب شده سر گفتم اینجا گروپ های تنظیم ها آمدن هر کدام یک سال دو سال یک نیم سال گروپ های قبلا بگیم مالا چی بگیم کس به وعدت بگیم یا مثلا بلبودین بگیم یا کس دیگر جنگ های تنظیمی بوده جنگ های تنظیمی سوختاندن شکستاندن و تبر زدن توته کردن و میده کردن و زمستان خودن به خاطر گرم کردن خود این از میاس استفاده کردن گفتم ملک ما ویران میره بانی بری میره بانی بین ابرای مای طرف بیننده عزیز داخل قلعه روی برج هم صحبت ها داشتیم اما یگانه چیزی که زیاد مرا در فکر فرو میبره اینی سنگای هست که دیجه دیده میشه و اکثر در چهار اطراف برج چوبا یا امو دستک بگویم دیده میشه که در وسط دیوال رو به شکل چندن به اونجا معلوم میشه. یک چیزی دیگر هم بر شما باید بگویم همی یک توته ازیره که بگیری اینمی کلوخی را که ازیم میکردی ایتو فکر بکن که خشت پختره از خشت پختم که در مقاومت ازی بالاست بسیار به مشکلی را میتونی که توته بکنی بر صورت قصه ازیره من همی فهم که چه قصه داره دوم همی معمولا چهار اطراف برج دستکار را سر دیوال به شکلی چندن که کدام قصه داره یا بخاطر که همین برج را ثابت نگاه کنه زود چپ نشه شاید به خاطر شاید هم نگه کاکا فکرت ما هست بیا یک طرف یک کاکا جان بیا که خود خیلی به تکلیف ساختیم اینا اون همونجا معلوم میشن حتما بیننده عزیز هم میبینن یه نمی بغلای برج دستکار را به شکل در سر دیوار چندن و این سنگ ها یا به خاطر چی بودن اینا؟ اول خبر قسمت سنگ بگویم اینا خب پخصه میزدن یک موره را میزدن پخصه کاری میکنن هنه به خاطر از این پخصه میزدن که صبحی باید اکثر خشک میشد بازی میکفید خود گل میکفید سر مقامت اول یا دوم پایانش رو میبینین کمتر از باز بالا رو میبینین قشت یا سنگ را که میبینین یا سنگ ها به خاطر زیاد بودن یا پاره شدن یا می خود دیوار است که دیوار که چی نشه از زیادتر خراب نشه یا از بین نره سنگ میچینه این یک سنگ است جایش که کفیدگی داره برای سنگ ماندن جایش که باز کفیدگی نیست سنگ نمیماندن چرا مقاومت داشته است ای فقط دمون نقطه جایی که کفیدگی داشته سنگ مانده شده یکی و دوگه اون نما بتبر خود دیوار هم یک نما باید سنگ باشه این نما. و اون چوب را که شما میبینیم اینجا تیرکشه است گفتم مابین از این خانه و اتاقایی است که چوبا را باز از سر از این منداختن به خاطر از اینکه یک کجی راست و یا بغل گلایی را برج جور شده باشه تیار شده باشه باز یه چوب منداختن به خاطر از این تو یک گپی بوده این نال کمه که کلگکم باز شده اینجا بسیار زیاد تشکر کوکو بسیار زیاد تشکر به تکلیف ساختیم خودتا خوشحال آمدین بسیار زیاد ما در خدمتان هستیم قربانتان قربان محبتتان به خیلی ما در خدمت من نماره شماره ما میگیرین بیاین ما در خانه ما رو دیدین و همینجا هستم اتمن اتمن یک چاشت باشین که ما یک روز که آمدیم با در موسه هرم یک برج بیریم و یک چای ما میمانیم بسیار عالی قند خشتی و کرما میمونیم فقط منظره میکنیم نوش جان خواهد کردیم خوشحال زد تشکر سلامت باشیم بخیر باشیم شما چند تصویر از چهار اطراف داشته باشین باز ما شما هستیم بیننده خوب تلویزیون آریانا جهان سپاس از شما که تا این دمه بیننده گزارش شما بودین
میفهمین با سیستم مموری های این قلعه که من متوجه شدم، یعنی اگر به می شکلی در هر کار که در افغانستان بنیادی کار میشه توجه شوه، به یقین کامل میگم که بسیار زیاد هم میشه به وطنداره ما یک سهولت خوب برای خلق بکنه. برصورت میخواستم سعی متپخته ادبیات بگویم خو نتونستم. خانی تاناباد که تا این دارم بیننده بودین و تشکری میکنم از مسئولین امنیتی مجاهدین امارت اسلامی حوزه هفتم امنیتی که همراه ما همکاری کردن تا اینجا آمدیم، یک سلسله معلوماتی را که کار داشتیم جمع آوری کردیم. خانی تاناباد، ما تو آدرس همین کوکار هم نداشتم، اینا خودشان هماهنگ کردن برام پیداش کردن تا معلومات مکمل در مورد نوروز بر ما داشته باشن. از شما تشکر میکنم، از حوصله‌مندی تو تشکر میکنم که تا این دمه بیننده گزارش ما بودید. تا گزارش بعدی که ما وارث مجددی در خدمت شما قرار میگیرم، تک تک تانم به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم.